ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله. این کهنه قباله را جواهان هستند مهان و پادشاهان. خیلی باعث خوشحالی ها، بزرگان و پادشاهان آمدن زیر این قباله رو به نام ما امضا کردن. روزی که از کنم البته سرزمین ایران، اما منابع زیرزمینیش به نظر میرسه متعلق به مردم بیچاره ایران نیست، که اگر بود اونا امروز باید خیلی راحت در دنیا زندگی کنن، یعنی از رفاه کامل برخوردار باشن، اینقدر مستحصل نباشن از نظر مالی. بچه های اونها که فارغ التحصیل دانشگاه هستن میلیون میلیون بیکار نباشن، میلیون میلیون بیکار، چون آخرین آماری که دادن به تنهایی فارغ التحصیلان دانشگاه های ما 4 میلیون بیکارن، و میدونیم که شمار زیادی از اونها هم که بیکار نیستن یا روی ماشین اتومبیل کار میکنن، خودرو، یا مسافرکشی میکنن، خیلی اسباب تحصیل. پس این قباله‌ای که ازش سخن میاد قباله رویه زمینه، نه منابع زیرزمینی، نه منابع فسیلی که این همه درآمد برای ما به وجود آورده که متاسفانه فقط این از ما بهتران بهش دسترسی داشتن. بار گذشته گفتگو کردیم با دکتر بیات عزیز درباره چی؟ درباره صنایع نفت، اینکه واقعا استراتژی حقیقی برای ایران چی باید باشه، استراتژی انرژی ما چرا روش رو باید طی بکنیم. میگن که در هر کشوری قیمت طلا و نفت بالا بود اما قیمت زمین پایین، مطمئن باشید که اون مملکت دچار یک بحران شدیده، یعنی وضعیت خطرناکی پیدا کرده، دچار تنشه، دیگه امنیت رو در مملکت نمیشه پیدا کرد. اما برعکس، حالا قیمت زمین رفت بالا اما قیمت طلا و نفت کاهش پیدا کرده، اوضاع آرام و اوضاع خوب. دکتر باید درود بر شما. درود بر شما جناب مجددا خوشحالم خدمتتون هستم. بار گذشته پرسش من از دکتر باید این بود که شاه فقید محمد رضا شاه پهلوی دائما اعلام میکرد و هشدار میداد، هم در اوپک هم به سران کشورهای خریدار نفت، که آقا ما نمیتونیم نفت خودمون به رایگان به شما بدیم مفت و ارزان، باید باهای نفت به تناسب افزایش ابزار اساسی تکنولوژیک تعیین بشه، یعنی همینطور که شما چیزایی که به ما صادر میکنید قیمت شو میبرید بالا، ما باید بتونیم قیمت نفت خودمون ببریم بالا. حرف حسابی هم بود به نظرم، حالا باید نظریشون رو مجددا جویا بشم. تا اینکه رسید به دوره آقای احمدی نژاد، احمدی نژاد مبنا رو گذاشت بر ایجاد بحران، یعنی معتقد بود هر چقدر بحران بیشتر، هر چقدر اون به سخنرانی های شداد غلاظ بکنه، دنیا رو تهدید بکنه، در نتیجه میتونه تکانی در بازار نفت ایجاد بکنه، قیمت نفت رو به طور تصنعی بالا بکشه. حتی او در فکرش بود که قیمت نفت رو بتونه به 200 دلار و بعد برسونه به 400 دلار. در سفری که به لبنان داشت مشخص بود نتونست این در واقع نیت خودش رو پنهان بکنه، دنیا متوجه شد که او رفته اونجا بحران آفرین کنه بلکه بتونه قیمت نفت رو بیاره بالا. یک بارم که صحبت از فناوری هسته‌ای بود، یه نوبت چند نوبت سعی کرد از این طریق قیمت نفت رو بالا بکشه، وقتی که گفت ما تا قله فناوری هسته‌ای یعنی تا بمب اتم یک یا حسین بیشتر فاصله نداریم. امیدوار اول البته جهشی در قیمت نفت پدید، اما یواش یواش دنیا با عادت کرد به حرف احمدی نژاد، فهمید اینا بلوفه. در چه او بارها سخنرانی های خیلی شدیدی کرد، بسیار شدید و لعن و گاه خارج از رده عقل سلیم، ولی به بازار نفت تکانی پدید نیامد، دنیا عادت کرده بود. چوپان دروغو دکتر، چرا اون سیاست بار گذشته توضیحاتی دادید، خواهش کنم مجددا خلاصه شو بگید و بر راه حل قضیه برای صنایع نفت ایران. بله با کمال میل عرض کردم که نفت یکی از مواد ضروری برای اقتصاد دنیاست، برای چرخاندن چرخهای اقتصاد دنیا.
انرژی اصولا و نفت قسم، نفت و گاز قسمت اصلیشه. بنابراین قیمت نفت و گاز باید به صورتی مشخص بشه و معین بشه مقدارش، که همخوانی داشته باشه با اقتصادهای اون کشورها. اقتصادهای اون کشورها، اون کشورها، کشورهایی که این مواد ساخته شده رو میخوان مصرف بکنن و به کار ببرن. در نتیجه این درست مثل اینه که اگر ما قیمت نفت رو زیاد بالا ببریم، خب اقتصاد اون کشورها اگه تحملش رو نداشته باشن، اون کشورها دچار رکود خواهند شد، مشکلات فنی پیدا خواهند کرد، ما هم ضرر می‌کنیم، ما هم ضرر خواهیم کرد، چون تقاضا برای نفت پایین میره و ما هم. در نتیجه باید عرضه و تقاضا تناسبی با هم داشته باشن. و پیشنهاد علا حضرت محمد رضا شاه فقید هم در همین رابطه بود. درست بود. یک رابطه عقلانی و یک رابطه تجاری بود، به این صورت که هر عقل سلیمی میپذیرفت که همه کس باید از این درآمد دنیا بهره خودش رو داشته باشه، کشورهای صنعتی مال خودشون رو، کشورهای صادرکننده مواد خام هم مال خودشون رو. و این فقط هم برای نفت نبود، برای آهن بود، برای اورانیوم بود، برای مس و سایر موادی هم بود که بعضی از کشورهای دنیا صادرکننده اونها هستند، ما نیستیم. درست. این بود که به نظر برنامه بسیار منطقی میاد، منتها مشکلی که خیلی وقتا در گذشته داشتیم این هست که ایده های خوب رو هم باید از یک روش درستی به دیگران کاری کرد که دیگران هم پذیرای اون ایده ها بشن. متاسفانه اعضای اوپک پذیرای این ایده نشدن و ایران هم به عنوان فقط یکی از صادرکنندگان نفت نمیتونست اون رو با فشار جلو ببره و بعدم خب رژیم بالکل به نظر صادرکنندگان نفت اوپک بیشتر در پی صادرات نفت خامن، هیچ برنامه استراتژی برای تبدیل نفت خام به فراورده های دیگه نیست. آخه نیاز اونها هم با هم دیگه فرق میکنه. مثلا عربستان سعودی یک کشور به اون عظمت، همش هم بیابون و خشک بدون آب و علف، جمعیتش هم که در گذشته خیلی کم بود، این بود که نیازی واقعا نداشت، اصلا شباهتی به ایران ما نداشت. نیاز داریم. ما داریم، ما غیر از اون راه دیگه ای نداریم. ما باید این کارو بکنیم، باید ایران رو صنعتی بکنیم. خب برای خاطر اینکه هیچ وقت تداوم نداشت هیچ چیزی، یعنی داشتیم اون طرف میرفتیم، به هم خورد. و متاسفانه در دوره 35 ساله انقلاب هم بیشتر موضوع انقلاب بود تا پیشرفت این نوع برنامه ها، به اضافه این که خب دنیا هم به ما اطمینان نداشت به دلیل حرفایی که ما میزدیم و کارهایی که میکردیم. دنیا اطمینان لازم رو به ما نداشت که بخواد با ما همکاری بکنه. اونها همش منتظر این بودن که ما بعدن چه کار قرار هست بکنیم. ولی در هر حال هر رژیمی که در ایران سر کار باشه، اگر یک رژیم مردمی باشه و هدفش ایران و مردم ایران، سربلندی و سرفرازی ایران باشه، باید دنبال یک ایران صنعتی باشه، نه یک ایرانی که ماده خام صادر بکنه. منتها با یک برنامه ریزی طولانی مدت که ممکنه بین 5 تا مثلا 15 سال 20 سال طول بکشه. قدم به قدم، هر قدمی که برداریم یک قدم جلو رفتیم. امیدوارم. نکته جالبی هست. دکتر، برای از کشور هستن مثل هند و چین، حالا چین رو مثال میاریم، خب اینا اگه قرار بشه که چینیا به همین ترتیب پیش برن، یعنی سطح انتظارات مردم روز به روز در حال بالا آمدنه، چون خودشون تولید کننده هستن، شدن کارگران تولید جهان و خب به همین ترتیب همه سطح انتظارات اونا بالا میره. چینیا حزب کمونیست نمیتونه اونا رو همینجوری خفه نگه داره یا سعی بکنه انتظارات اونها رو سرکوب بکنه. خیلی طبیعی است که طبقه در رو به رشده، تعدادش هم کم نیست، صدها میلیون نفر، همین هایی که دارن برای دنیای امروز کالا تولید میکنن، متاسفانه اغلب هم کالاهای برجو. خب اگه قرار بشه روزی انتظارات اینها برسه در حد کشورهای صنعتی دنیا، من نمیگم مثل آمریکا که مثلا از هر 1000 نفر 700 نفر یا 800 نفر اتومبیل داشته باشه، 900 نفر حتی از هر 1000، خیلی باید برسیم یه روزی به دوره‌ای که چینی ها در مملکتش 1 میلیارد اتومبیل داشته باشن. خب تکلیف منابع فسیلی چی میشه؟ چون اینا در این به این طرف دارن حرکت میکنن، کاملا چاره نمیتونن جلو خواسته ها و انتظارات مردم رو بگیرن. نمیتونن بگن که شما سقف و سطح توقعتون رو پایین بیارید ولی کماکان تولید کننده صنعتی باشید. نه، این خیلی طبیعی است، انتظارات داره میره بالا، اونا میخوان زندگی بهتر داشته باشن، میخوان چه میدونم ابزار الکتریکی تو خونهشون باشه، یخچال میخوان، اتومبیل میخوان. بله. چی میشه اگر ما برسیم به اینجا؟ بزرگترین هندم من کنار گذاشتم. نه، هندم فرق نمیکنه، هندم از نظر جمعیت بسیار
کثیرالجمعیت است، درست مثل چین و دنباله چینه. این واقعا بزرگترین دغدغه و مشکل حزب کمونیست چینه که چگونه رشد بکنه در این حال بتونه نیازهای مردم رو برآورده بکنه. چه نمیشه شدنی. از نظر انرژی در حال حاضر ما اونقدر انرژی نداریم که اگر مردم چین حتی 1/5 مردم امریکا هم بخوان انرژی مصرف کنند. نداریم. نخیر نداریم فعلا. و روی همین اصل هم هست که میبینیم شرکت ملی نفت چین سریعا مشغول خرید میدانهای نفتی در سراسر افریقاست. هر جایی که میتونه. داره میخره. در امریکای جنوبی هم همینطور. هر جایی که برنامه فروش یک میدان نفتی هست شما میبینید چینی ها بلافاصله میان، پول فراوان دارن و براشون هم اینکه قیمت اینا چقدر مهم ظاهرا نیست. مهمتر تمام دارن مته میکنن. دارن میخرن حالا یا برای آخالاس یا برای آینده. یعنی اونها این آینده نگری رو دارن عجب. که از نظر انرژی مقدار میخوان خودشون تامین کنن. حقیقتش چرا میبودی؟ این هست که آینده دنیا فقط در انرژی فسیلی نخواهد بود. انرژی فسیلی قسمت اعظم اون خواهد بود برای یک مدتی. منتها باید به تدریج یکی اینکه راندمان کاربرد مواد فسیلی رو بالا ببریم. یعنی مثلا الان یک ماشین امریکایی شاید هنوز به طور متوسط مثلا فرض کنین هر 12 مایل یک گالون مصرف میکنه، در حالی که اینو میشه مثلا به 30 40 50 یا حتی 60 رسوند. شما میبینید 50-60 گالون نه 50-60 مایل برای یک گالون. برای یک گالون ببینید که چقدر میشه راندمان رو بالا برد. و خب عوض کردن تفکر مردم و نوع ماشینی که میخوان خود این الان یکی از دغدغه های امریکاست. خب به شرطی که رفتارهای مردم عوض بشه. خب همین دیگه. تو امریکا همه دوست دارن اتومبیل 6 سیلندر، 8 سیلندر، 12 سیلندر سوار بشن. بس یکی از راهاش بالا بردن راندمان هست. بس آموزش میخواد. چیز به آموزش و فرهنگ ایجاد. اون آخرش هیچ چیزی نیست که خارج از این باشه. شما نگاه کنین هر کدوم از این مراکز خرید و فروش بزرگ امریکا رو برین، تا روز این میدان‌های وسیع همه باز هستن با چراغ‌ها و نورافکن‌های فراوان. خب ببین چقدر برق داره مصرف میشه در این مملکت. شما فکرشو بکنین، باید مصرف برق رو آورد پایین تا اندازه‌ای که به این اندازه از اسراف نباشه. یعنی آمار هست که امریکا بابا 60 سال این بایدا رو میشتن ولی هیچ اتفاق درست برعکس شده، بدتر شده. البته افیشنسی راندمان خیلی بالا رفته در امریکا. یعنی الان شما بیشتر و بیشتر ماشینای کوچولو میبینین تا ماشینای بزرگتر. در گذشته فقط از اون نوع بود. بس بگی در کدام ایالت؟ بله، در کالیفرنیا. تگزاس فرق میکنه. روز روز داره بر تعداد روز رویس ها اضافه میشه. بنتلی ها اتومبیل های خیلی چند 8 سیلندر 12 سیلندر خب، مشکل اصلی اینجا برمیگرده و جیپ که امریکا ماشین های شبیه جیپ که امریکا تقریبا 4% جمعیت دنیا رو داره و حدود 25% از انرژی دنیا رو مصرف میکنه. بس مشکلی نداره امریکا. مشکل اصلی امریکاست. مشکل امریکا. ما باید مشکل امریکا رو حل بکنیم که 4% جمعیت نمیتونن 25% انرژی دنیا رو مصرف کنن. باید این مشکل رو حل کنیم، باید این طول این مصرف رو پایین بیاریم و راه‌های منطقی براش پیدا بکنیم. یعنی کالچر در امریکا، فرهنگ در امریکا باید عوض بشه، توقع مردم باید عوض بشه، نوع زندگی باید عوض بشه، این خونه هایی به این بزرگی باید عوض بشه، کوچکتر بشه که گرم کردن و سرد کردنش مناسبتر باشه. ضمن اینکه کشورهایی مثل هند و چین، تازه بقیه هاشون رو نگفتیم، سراسر افریقا اون کشورهای بزرگی پر جمعیت اونجا هستن، یا بقیه جنوب شرقی آسیا، اونها آهسته آهسته باید سطح زندگیشون بالا بیاد. کشورهای دیگه باید از طریق بالا بردن راندمان سطح زندگیشون رو بالا نگه دارن ولی مصرفشون رو پایین ببرن. یعنی واقعا اگر آدم فکر بکنه یک زن و یک مرد بعد از اینکه بازنشسته میشن در یک خونه مثلا 5 اتاقه میخوان چه کار بکنن، همون سطح زندگی رو خواهند داشت که اگر در یک خونه 2 اتاقه زندگی بکنن. کاملا درست. پس میشه از طریق تفکر و از طریق آموزش بله این رسانه ها نمیذارن. به این رسانه که الان مبلغی خانواده کارداشیانن یا کارداشیان که نه مدرسه رفتن، نه درس خوندن، نه تحصیل کردن، نه از زیبایی جز یکیشون از زیبایی فوق‌العاده، ولی امروز مرکز توجهان شدن بوت جوانها در آمریکا و بچه هم یواش یواش دارن پی میبرن که نه اصلا برای شهرت و ثروت و اینها لازم نیست آدم درس بخونه، زحمت بکشه. این اجنتا ترتیب کارو خواهند. اکثر مردم حتی در خود امریکا هم زحمت میکشن هم درس میخونن. بله اونا که بله اونا یک گروه کمی هستن. پس برگردیم به سوال خیلی ژرف شما درباره بقیه دنیا. بقیه دنیا باید به تدریج
سطح زندگی مردمشون رو بالا ببرن، وگرنه همه انقلاب خواهند داشت. انقلاب. بله. این هست که اونها باید آهسته آهسته به طریق حرکت کنن که بقیه دنیا هم بتونه خودش رو تنظیم بکنه، و بعد ما باید دنبال انواع دیگه انرژی باشیم. مثلا انرژی خورشیدی رو باید دنبالش رفت که فوق العاده مهمه. برای ایران مناسب انرژی باشه. ایران چیز زیادی که داره خورشید، بله، هیچ کم بوده اونو نداره. یعنی هر چقدر سرمایه گذاری در این راه بکنه ضرری نخواهد کرد. اصلا مثلا خود عربستان، من چند سال قبل اونجا بودم، ما مشغول یه پروژه بودیم که میدانهای گازی عربستان رو توسعه بدیم تا تمام مصرف عربستان به جای نفت از گاز بشه که بتونن نفتشون رو بفروشن، چون گاز رو فروختن سخته. یعنی اینکه همه دنیا باید یک تغییری در روشش بده. بعد انرژی بادی الان مثلا تگزاس بزرگتر برای ما، برای ما هم مناسبه، بله، ولی الان مثلا تگزاس بزرگترین تولید کننده انرژی بادیه در امریکاست. صرف میکنه اون بله صرف میکنه بود. بله بازدهی صرف میکنه. بعضی اینا تو بازار سهام چطور؟ این سرمایه گذاری ها، یه شرکت هایی هستن که فقط همین ها رو تولید میکنن. بعدم یه شرکت های برقی هستن که برقشون از این نوع انرژی که خود به خود خودش رو تولید میکنه، رینیو میکنه، رینیوبل انرژی، بازیافت. بله متشکرم از لغتش. بله این انرژی های بازیافت رو به کار میبرن. اینها در مارکت هستن. مثلا یک چیزی که اکثر کسانی که علاقمند به محیط زیست هستن به مردم توصیه میکنن این هست که شما قرارداد مصرف برق منزلتون رو با شرکت هایی ببندید که این شرکت ها یا از گاز بیشتر استفاده میکنن، نه از زغال سنگ و نفت، یا اینکه از انرژی بادی و انرژی برقی سولار استفاده میکنن. بله خیلی مثلا فکر کنید عربستان سعودی، حالا با این مشخصات شما شرط دادید، جالبه که اینا برنامه‌ریزی دارن سرمایه گذاری 140 میلیارد دلاری برای تولید برق از راه همین انرژی خورشیدی. بله خیلی خب انرژی خورشیدی که معلومه آینده نگری اونا بهتر از ما. بله. باید کرد. و البته بین این گروه های انرژی راه های دیگه هم از نظر فنی دارن دنبال میکنن که الان واردش نمیشیم، ولی یه چیز خیلی روشن که در ایران ما هم این مسئله هست و موضوع روز هست، مسئله انرژی اتمیه. انرژی اتمی مشکلی که ما داریم هنوز مسئله ایمنیشه، یعنی اینکه مواد تولید شده از سوخت این ریاکتورها رو چجوری به صورت بی خطر انبار بکنیم، و نکته بعد اگر اتفاقی افتاد چگونه از پس عواقبش بر بیاییم. و اینا مسائل فنی هستند و در آینده حل خواهند شد، اونتا هنوز حل نشدند. هنوز کشوری مثل ژاپن میبینیم با صنعت پیشرفتش درست مثل یک بازیچه به دست این طوفان افتاد و هنوز که هنوز نمیدونن چه کار بکنن. روی همین اصل بود که آلمان که خودش سازنده این دستگاه هست عملا متوقف کرده، تعداد زیادی از ریاکتورهای اتمیشو بسته، یه چند تایشو نگه داشته و تصمیم کلی داره که بالکل از این نوع انرژی خارج بشه و تبدیل بشه به بزرگترین صادرکننده انواع دیگه انرژی، مثل انرژی خورشیدی و توربین برای انرژی بادی و غیره که اونها میخوان دنبالش برن. و بعد ماشین هایی که این ماشین ها سوختشون خیلی فرق خواهد کرد با سوخت ماشین های فعلی، بیشتر از هیدروژن استفاده خواهند کرد که هیدروژن با اکسیژن میسوزه، چیزی که از ماشین اگزاز دودکش ماشین خارج میشه فقط آبه، بخار آبه، نه گاز. این یک جنب باشه. پس مسئله انرژی خودش یکی از مسائل هست. منتها مملکتی مثل ما که همه مشکلات صنعتیشو داره، مشکلات فنیشو داره، مشکلات تحریم جهانیشو داره، این بخواد بیاد بره دنبال انرژی اتمی در حال حاضر این مسئله است. ولی وقتی که با شفاف سازی کامل نشون دادیم که هدف ما ایجاد بمب اتمی نیست بلکه فقط ایجاد انرژی هست، اون موقع کسی نمیتونه به ما بگه، ممکنه به ما بگن کاری که میکنید همچین منطق خوبی نداره، ولی به اونا ارتباط نداره. اگر ما میخوایم انرژی برق رو از انرژی اتمی درست کنیم، ولو اینکه این همه گازمون رو داریم میسوزونیم و از نظر اقتصادی معنی نداره، ولی اون به خود ما مربوطه، به دیگران مربوط نیست. بنابراین یک جنبه انرژیه، ولی جنبه دیگه از نظر محیط زیست و آینده دنیاست. آینده دنیا نباید در وجود شهرهایی باشه که هر کدوم از این شهرها مثل یک کشور هستن. یعنی آینده دنیا نباید آینده ای باشه که 20 میلیون نفر بخوان در یه شهر مثل تهران یک منطقه زلزله خیزی مثل اون زندگی بکنند. آینده دنیا شهرهای بزرگی مثل لندن و نمیدونم نیویورک و شهرهای نظیر اون که در ژاپن یا در چین وجود داره نباید باشه.
ما باید ترهی بریم. شما جای جمعیتی؟ من معتقد به این هستم که ما به تدریج باید به محلهای کوچکتر و کوچکتر بریم و جایی بریم که شاعر شما رفته بود. بله، شاعر شما اومده رفته در یک منطقه زیبا کنار احتمالاً رودخانه تگزا. با منظره قشنگ برای خودش یک خونه گرفته، با زنش و بچهش در نهایت سادگی زندگی میکنه، احتمالاً برای در خونه‌اش هم یه دونه توربین بادی گذاشته که برقش رو تولید میکنه، چند تا هم پنل خورشیدی گذاشته که انرژی اون رو بهش میده، با تلویزیون از طریق اینترنت هم به تمام دنیا وصله، بچهش لازم نیست بیاد مدرسه بره، از خونه مینشینه جلوی تلویزیون تمام درسش رو میگیره، خود ایشون هم مسئول کشاورزی تو مزرعهش میشه، مواد غذاییش هم تولید میکنه. آینده دنیا، حالا نمیگم همه باید این باشن، آینده دنیا باید به صورتی در بیاد که ما محیط هایی داشته باشیم که این محیط ها کوچکتر و نزدیکتر به روح آدمی باشن. یعنی شما وقتی تو کوچه راه میرین همه رو بشناسین، ولی من و شما وقتی در یک شهر بزرگی مثل لس آنجلس یا من در هوستون یا شهرهای دیگه راه میریم هیچ کس رو نمیشناسیم. در نتیجه این دوری و این غریبه بودن مردم از هم، خود این ایجاد یک فرهنگی کرده که این فرهنگ است که خطرات فراوانی رو برای ما آورده. بسیاری از ظلم ها ناشی از این است که افراد کسایی رو که بهشون ظلم می‌کنن. یه آرزوست، ولی هم شدنیه به نظر شما؟ بله، اینها چیزایی هست که ما باید برنامه ریزی کنیم و به طرفش بریم. یعنی برنامه ریزها از اول چاره نیست، واقعا در اصل انفجار قطعی است. بله، 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 واقعا اگر ما، شما خودتون فرمودین مردم چین اگر همشون سطح زندگی مردم امریکا رو بخوان اصلا غیر آخرش یه میلیارد اتومبیل مگه میشه؟ آخر آخرش باید بمب اتمی رو به کار ببرن که به دستشون برسه دیگه، راهی دیگه ای که نداره، به زور که نمیتونن کس دیگه بگیرنش. فکر کردم مثلا فرض بفرمایید اگه اینا صاحب یه میلیارد اتومبیل بشن، هر اتومبیل روز 5 لیتر هم بخواد، 5 لیتر بنزین میشه 5 میلیارد لیتر بنزین. حالا تصور کنید اگر اون اتومبیل به بزرگی اتومبیلی که من یا شما اینجا سوار میشه نباشه، اتومبیل کوچولو باشه. باشه و بعد سوختش هم مثلا هیدروژن باشه، خب بله، سوخت نفتی نباشه، شما ببینین هم هوای شهر تمیزه، البته مشکل جا خواهند داشت، یعنی مثلا شهرهای به اون بزرگ حتی شما دوچرخه هم همه سوار بشین اشکال داره آمده. تا چه برسه به ماشین. این هست که همه چیز باید طبق یک برنامه ریزی، منتها باید یک ایدئال داشت، باید یک ایده داشت که گفت ما به اونجا میخوایم برسیم و بعد با قدم‌های حساب شده به طرفش رفت. یعنی وقتی که رئیس جمهور آلمان این خانم مرکل با چنین شجاعتی، صدر اعظم آلمان بله، با چنین شجاعتی، من خیلی بهشون علاقه دارم، با چنین شجاعتی اومد گفت آلمان میخواد از استفاده از انرژی اتمی برای برق خارج بشه. بهش گفتم پس ما چه کار کنیم؟ گفت ما راههایی رو پیدا میکنیم که آلمان تبدیل بشه به بزرگترین صادرکننده موادی که انرژی تولید میکنه برای بقیه دنیا. حالا در دریا شما این بهش میگن اون آرزو و امید. حالا مزرعه این آسیاهای بادی درست کردن در دریا، در میانه دریا، و همینطور سرمایه‌گذاری های کلانی دارن میکنن در آفریقا برای ایجاد مزارع خورشیدی. بله. راست یه سوال دارم ازتون. حالا در محله ما دم یواش یواش شروع کردن، مخصوصا مالکان جوان، بله، زوجهای جوان که فرزندم دارن، اغلب دارن روی پشتیبوناشون این به اصطلاح صفحات خورشیدی میذارن. اثر داره واقعا؟ بله بله، شما یه مقدار، یعنی به سود این کارا بله بکنی. شما یه مقدار از برق رو، انرژی رو که اون آپارتمان مثلا خوب، یا اون منزل لازم داره تولید میکنین. خب به نسبت سرمایه‌گذاری که میشه، ببینین سرمایه‌گذاری اگر شما فکر کنین بین مثلا 10 سال به خودتون فرصت بدین احتمالاً پول خودشو میده. میده. ولی اگر بخواین 5 سال باشه نه نمیده. 10 سال. شما کردید خودت؟ من هنوز نکردم ولی خیلی به فکرش هستم. بله. چند درصد برق خانه رو معمولا تامین میکنه؟ یه مقدارش هم مربوط به این هست که اون خونه چقدر مصرف برق داره و بعد کجا قرار گرفته. مثلا شما اگر هوستون تگزاس زندگی بکنید که 9 ماه در سال شما باید ایر کاندیشنینگ ران بشه که خونه درجه قابل زندگی باشه، خب تولید اون همه برق اگر ابعاد منزل سقفش کوچک باشه خب این مشکل خواهد. ولی عوض آفتاب داره. ولی آفتاب داره، ولی خب آفتاب هم به هر حال محدوده. یعنی شما احتیاج به میدان خیلی وسیع تری برای این پنل های خورشیدی خواهید داشت. پس توصیه میکنید بکنید؟ من فکر میکنم چیز بسیار جالبی هست. جالبه. پس از چند راه، یکی این که عرض کردم انرژی باید خیلی متنوع تر بشه از این که هست، یکی مصرف انرژی ما باید دربارش فکر بکنیم، یکی روش هایی که فعلا داریم، هر کس مثلا روزی 40 50 مایل بعضی وقتا رانندگی میکنه به محل کارش برسه، نباید این کارو کرد، باید راههایی پیدا کرد که اکثر ما از منزلمون بتونیم کارهامون رو انجام بدیم. حالا شما کاراتون در منزل انجام من
اینجا هم که خدمت شما هستم روی کامپیوترم از اینجا هم انجام میدم. یعنی لازم نیست روی دفتر؟ نه، ولی خب چون من یه عده کارمند دارم باید اونها رو هم سرپرستی کنم. هنوز به اون مرحله نرسیدیم که بتونیم یه مقدار از اونها هم انجام بدیم، ولی خواهد شد. بعد مسئله محیط زیسته، بعد مسئله تغذیه است. این جمعیت دنیا اگر قرار باشه همشون مواد غذایی که میخورن مثلا مثل دولت های سرزمین های غربی باشه، خب بازم میبینیم اونجا ما داریم به مشکل برمیخوریم. پس یک نوع تعادل لازم هست در دنیا که بتونیم هممون با هم دیگه زندگی کنیم. و یک جمله خیلی جالبی از جناب مهاتما گاندی ذکر شده که ایشون میگه، اصل جملهش به انگلیسی خدمتون میگم بعد ترجمه میکنم، ایشون میگه که would the west، یعنی دنیای غرب، live simpler so that the rest of the world would simply live. واقعا میگه آیا میشه دنیای غرب یکم ساده‌تر زندگی کنه تا بقیه دنیا به صورت ساده اصلا بتونه زندگی کنه؟ و این دقیقا همونه. دنیای غرب باید گذشته رو کنار بگذاره و راههایی پیدا بکنه که اگر میخواد سطح زندگیشو نگه داره نگه داره، ولی با کم کردن مصرف اون درصد از انرژی دنیا و درصد از مواد دنیا که داره به کار میبره. بقیه دنیا هم نباید به غرب به عنوان یک ایدئال نگاه بکنه. اونها باید از خودشون بپرسن آیا میخوان شبیه غرب بشن؟ اگه میخوان از نظر امکانات بشن، ببینن چه راه بهتری برای اون هست که برسن، نه اینکه کپی بکنن دقیقا غرب رو. مثلا این اتفاقی پدیده جدید این اتومبیل های تسلاست. خب خیلی هم معتقد بودن که احتمالاً بعد از اینکه این جوان این همه زحمت کشید و این اتومبیل های خیلی شیک، مدل های و خیلی هم گرون، اونم که بدون مصرف بنزین فقط با شارژ حرکت میکنه، بعضی که این موفقیت بزرگ تو آمریکا کسب کرد، امید مردم بیشتر شده و واقعا رفتارهای مردم هم داره تغییر میکنه. خیلی مهم. این تسلا هم که میدونی که با ادیسون، خیلی همکار ادیسون بوده، میگن که اگه اون نبود اصلا این سیستم برق رسانی به شهرهای بزرگ اصلا عملی نمیشد. در واقع خالق اصلی اوت و حقش خورده شده. تسلا شخصیت مهمی بوده که، و اینم خب اسم این اتومبیل هم به نام اوست. اگر اکثر مردم امریکا رو نگاه کنیم، شاید حد اکثر در روز مثلا ممکنه 30 یا 40 مایل رانندگی کنن اکثر مردم. و همین الان ماشین های برقی به راحتی تا 50 یا 60 مایل رو میشه باشون رانندگی کرد هر روز. یعنی شما سوار ماشینتون میشین، ماشین کوچولوتر، خیلی کوچکتر ولی برقی که هیچ نوع چیزی هم اگزوزش یعنی دودکشش صادر نمیکنه، محیط رو هم خراب نمیکنه. شما سر کار میرید بعد دوباره برمیگردید خونه، شب میزنینش به برق، صبح که بلند میشین چارج شده. خوشبختانه تسلا 400 مایل میره. بله، یعنی خب برای هر بار که شما شارژ بکنید تا 400 مایل، سرعت هم که هر چیزی دلتون میخواد، یعنی در این زمینه هم محدودیت. پس ببینید شبیه ماشینای معمولی پس ببینید اتفاقایی که داره میفته ما رو داره به اون طرف میبره. خوبه، یعنی امیدوار بسیار کننده. این بسیار امیدوار کننده است. یعنی ما به جای اینکه از نفت بخوایم بنزین ایجاد کنیم و بعد بنزین رو برای سوخت ماشینامون به کار ببریم، شما میدونید که از گاز ما میتونیم برق تهیه بکنیم به سادگی با تکنولوژی فعلی، و در آینده از سولار پنل و از ویند توربینز و راه‌های مختلف، و بعد ماشین برقی داشته باشیم. این تازه یه قدمشه و ممکنه در آینده به مدل ماشین‌هایی بریم که سوختشون فقط هیدروژنه. خب هیدروژن از کجا تهیه می‌کنیم؟ اونها راه‌های دیگه است. مختص کشورهای مثل آمریکا است این صحبت که شما دارید می‌کنید. توی مملکت ما که یک قش نوچیسه که بدون بی‌فرق امروز به ثروت مالی هنگفت رسیده، عاشق ماشین پورش شده، لامبورگینی، اتومبیل‌های گران قیمت و پرمصرف و برخی اتومبیل‌های 12 سیلندر رو از این قبیل، این تکلیف مردم ها چه بیچاره؟ درست مسیری که الان ایران در برخی از این نوکیس ها در ایران اختیار کردن، درست نقطه مقابل روشیست که امروز غربی ها به دنبالشن برای حل مشکلات و مسائلشون تدتنی. ولی خب جرم میبودی شما یک دقیقه وقت چقدر وقت داری؟ یه دقیقه بفرمایید. جرم میبودی شما فقط به هوای تهران فکر کنید. هوای تهران فرق نمی‌کنه یا اهواز، شو فرق نمی‌کنه شما سوار لامبورگینی بشین یا ماشین پیکان باشه. پیکان یادتون رفت؟ آره یادم رفت، ببخشید. خیامی نشنیده باشه. ببخشید منو الان 35 سال دیگه اسمش هم نشنیدم. عرض کنم که هر دوی اونها در یک هوا رانندگی خواهند کرد. بنابراین اگر شعور اجتماعی باشه، همه به این فکر خواهند بود که در اون شهر تهران که بین کوه‌ها نشسته
و هواش به سادگی عوض نمیشه، روندن چنون ماشین هایی دلیل بیماری برای همه خواهد شد. بنابراین اتفاقا این جور تغییرات، مثلا به کار بردن ماشین های برقی و سوخت های دیگه و ماشین هایی که خیلی مؤثرتر راندمان ربات هستن، حتی برای سرزمین خود ما هم به همون خوبی و ایدالی هست. بدبختی ما متاسفانه فرهنگ نوچیزه هاست، آدم های نوخواسته تازه به دوران رسیده، اینا اصلا دارن جامعه ایران رو بیمار میکنن. گفته میشه حتی خانه هایی که در دل جنگل میسازن در شمال با سنگ مرمر از ایتالیا میارن، خیلی جالبه، به جایی که کلبه‌ای بسازن که تناسبی هم داشته باشه، ارتباطی با شاعر ما نداره، این یه چیز دیگه، قصر داشته باشه با بافت محیط زیستی. رفتیم روی کار تجملاتی و تجمل پرستی مذموم و واقعا نپذیرفتنی. تشکر میکنم. خب جناب میدون، ما مثل این که به ادامه داریم، ادامه انرژی نرسیدیم، در آینده صحبت خواهیم کرد حتما. خداحافظ شما. خداحافظ.